که ما در کنار مردم هرات از اول زلزله تا آخرین مرحلات ما در کنار مردم هرات بودیم. سلام و وقت شما بخیر هموطنان عزیز، مخصوصا بغلان، مردم بغلان، مردم بدخشان، مردمی که در غور خانه هایشان خراب شدن، سلزده ها، غمدیده ها، وطندارای عزیزیم که امروز از سرنوشت بسیاری از هموطنان ما و شما معلوم نیست سیل اونها را کجا برد، چی شد، چی نشد. صحنه های دلخراش بغلان ما که دیدم واقعا دیگه اصلا اشکای خود گرفتن نتونستم همتون عزیز. یعنی خداوند اینقدر خشمش سر ما و شما هست که از هر طرف غم و غصه و ناراحتی و حوادث سر مردم ما و شما میه. با خدا این صحنه رو شما ببینید، این صحنه رو ببینید چه حال است. این مادری که پشت فرزندش میره، هزاران مثل این مادر پشت خانوادهش دویدن. من این حادثه بسیار المناک و غمناک و ایره برای همه شما مردم افغانستان، برای وطندارای گلم از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم. و گرچه تسلیت یک واژه است که امروزه همه میگن، ولی من میخوایم که از هموطنان خود، از اونایی که خیر هستین، از اونایی که دست بالتان باز هست، اونا میتونن که مردم بغلان، مردم غور، مردم ولایت هایی که واقعا آسیب دیده اینا را فراموش نکنین. حتی برای یک فامیل شما میتونین که یک دانه خیمه بخیرین، بسیار کار بزرگی کردین دوست عزیز. هموطنان عزیز، هر کسی که آمادگی کمک بر اینا نشان میده، لطفا با هموطنانتان که در اونجا هست هماهنگ بکنین. اگر بالای آواز افغانستان شما اعتماد دارین و اعتماد میتونین، هم ما از طریق آواز افغانستان میتونیم که کمک های شما را به هموطنان ما در ولایت بیرسانیم. انشاءالله که هیچ مشکلی نیست. همون گونه که ما در کنار مردم هرات از اول زلزله تا آخرین مرحلات ما در کنار مردم هرات بودیم، حالا هم در کنار مردم غور و بغلان هستیم. اگر شمایی که میتونین کمک بکنین به این مردم، چی از داخل کشور، چی از خارج کشور، هموطنان عزیز لطفاً این شرایط سختی که سر این مردم آمده را شما نادیده نگیرین. در تصویر دیدم که یک مادر هر قدر کوشش میکنه میدوه، اما یک فرزندش نمیتونه که از آب نجات بده. خودش همطوری هر دفعه که میخزه روی آب میفته، میخزه روی آب میفته. کدام دل باشه که طاقت کنه دوستو عزیز؟ مرا در غم و در اندوهتان شریک بدانین هموطنهای بغلانی ما، هموطنهای تخاری ما، هموطنهای بدخشانی ما، هموطنهای غور و هموطنهای داغ دیده ای که در گوشه گوشه از افغانستان از این حادثه شما خسارمند شدین. جور و سلامت باشین دوستای عزیز. خواستم که همدردی خود با مردم عزیز خود شریک بسازم. مرا در غم و غصه خود شریک بدانین. سلامت باشین. با امیدی که دیگه همچون سیلی، همچون حادثهی، همچون باران خطرناکی نه آیا که همتانان ما رو داغدار بکنن. هرچی که میدانه خدای خودت میدانه دیگه. ما بنده تو هستیم و از حکمتش نمیدانیم. سلامت باشین دوستای عزیز. همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. مردم غور و مردم بغلان را تنها نگذارید. خداوند یار و نگهدار شما.